توی این ویدیو بیت کوین بعد از اینکه 20000 رو تاچ میکنه شروع به اصلاح کردن میکنه دلار گارد سعودی به خودش میگیره طلا همینطور بریم ببینیم چه خبره با ما همراه باشید مرسی که توی کانال اینجا کریپتو کوشم من کوشانم توی این ویدیو میخوایم یه چند تا موضوع خیلی سریع و کوچیک بررسی بکنیم ساده آپدیتی که همین چند روز پیش دادم بیت کوین رو تحلیل کردیم و الان یه اصلاحی رو داشتیم کوتاه مدت می‌خوایم دقیقا ببینیم چه اتفاقی داره میفته چند تا چیز مهم دیگه رو بررسی بکنیم و روند دلار هم که داره توی کشورمون یه خورده سعودی میشه رو نگاه بکنیم خب کنار سر دیوار تغییرات رمزارزهای روزانه است یعنی روزانه رمزارزها سر تا حالا اگه جابجا جا نگیم اینو میبینیم که بیت کوین اومده رو 18300 بعد از اینکه ریجکت شو از روی 19000 اینا حدودا از لول 19000 اتریوم هم همینطور هم خیلی از رمزارزهای دیگه هم وضعیت خیلی خوب و جالبی ندارن توی کوتاه مدت البته اونقدر بزرگ نیست 2.5 درصد زودش ولی خب بریم دقیق‌تر ببینیم چه خبره قبل از اینکه بریم در ببینیم چه خبره حتما کانال من سابسکرایب بکنید لایک کردن کمک مستضعفین دنیای کریپتو فارسی بریم جلو خب خود چارت دقیقا اگر این ویدیو پیروز من حالا پیروز که یادم نیستش دیروز پیروز بود همین اودا بودش بهش کم زمیاد این بالا رو نگاه بکنین ما این قسمت رو نداشتیم که من گفتم خب این نقطه خیلی نقطه مهمیه و بعد از این احتمالا قراری اتفاق یفته بولینجر بندها رو راجعه صحبت کردیم اومدیم گفتیم که خب اینجا بولینجر بنده دارن هی hey تنگتر و تنگتر میشن که به این نشون است که احتمالاً سودی قرار داشته باشیم یا سود حتی که خب به پایین شکست و این شکستن پایین رو من همون موقع گفتم احتمال این که ما یه جایی ساپورت بشیم کجا میتونه باشه دقیقا سقف این کانال افزایشی قبلیمون که خب دقیقا رسیدیم به همونجا جا یعنی من داشتم اینو میگفتم در از که اینجا دفعه قبل اومدیم الان اگر اینجا رو بریک داون بکنیم که کردیم احتمال هدفمون اینجا میتونه باشه و اگر اینجا رو بشکنیم هدفمون میتونه این پایین تر باشه که خب اینجا حدود 17500 تا 18000 بود و این قسمتم هم حدود 15600 و حالا بین 15 تا 16 میشه گفت یه جورایی روند بکنیمش خب بنابراین این الان چارت بیت کوین رو دیدیم حالا خب ببینیم در ادامه چه اتفاقی ممکنه بیفته الان وضعیتی که داره به نظر یک باونس خوبی رو گرفته خب یعنی یه باونس خیلی با قدرتی و نسبت بالا گرفته یه خورده دوباره اصلاح میکنه با ببینیم الان از اینجا بعد چه اتفاقی میفته اگر ادامه بده به سلاف شدن و یه جورایی این مسیر قبلی رو بزنه جایی که قبلا اومده خب این نشونه خوبی نیست ولی تا الان که همه چی نشونه اوکیه و این باونس خیلی محکم و ساپورت خیلی خوب حالا با, با در ادامه میاد اینجا رو ریتست میکنه دوباره احتمالا حالا با ببینیم با ریجکت میشه یا میاد توی این پترن و بعدش که 20 هزار رو داریم و دوباره توی اون ویدیو تارگت های بولیشمون رو صحبت کردیم بریم روی اتریوم اتریوم خیلی جدیدان داره کارهای جالبی میکنه چارتش اینجا رو اگر نگاه بکنیم تقریبا یه چیزی عین چارت بیت کوین یه خورده اگزاجر شده تر من همیشه میگم بیت کوین اتریوم و بقیه ارزها یه جورایی دنبال کننده بیت کوینن ولی با نوسان بیشتر بنابراین اگر مثلا یه دونه اتریوم شما بخرین یهو 50 دلار جابجا بشه تبعا 50 دلار سود و zarar میتون بکنین ولی خب اگه همون مثلا 500 دلار بریم بیت کوین بخرین میشه 500 تقسیم بر قیمت بیت کوین مثلا الان اگر فرض بگین حدودا بیت کوین 18000 دلاره شما یعنی میشه مثلا حدود 2027 هزار... مثلا 10000 بیت کوین دارین که خب عددی که شما مثلا جابجا میشه بیت کوین رو ضرب در این بکنیم میشه سود زارتون برمرین 50 18000 میزان جابجایی ضرر میکنیم و اگر اتریوم بگیرین یعنی به چه معنیه ای گفتین به این معنیه که زیان و سودتون پررنگتر نسبت به بیت کوین خب حالا چارت اتریوم دقیقا همین وضعیت رو داره این نقطه رو میبینید دقیقا یه حمایت خیلی خوبی بود اینجا دفعه قبلم داشتیم اینجا هم داشتیم چیکوندیمش اومدیم ریتستش کردیم و عموما این نشونه بریشیه خب ببینیم که در ساعات آتی حالا تا بعد از اینکه من این ویدیو رو آپلود میکنم ممکنه قیمت خیلی فرق کرده باشه ممکنه اومده باشه اینجا ساپورت شده باشه که خیلی خوبه اگر ریجکت شده باشه اینم رو شیکونده باشه بده اگر اینو با قدرت بشکنه بیاد اینجا ساپورت بشه محشره اینم بنابراین سه تا سناریویی که حواستون بهش باشه در کوتاه مدت یه جوری میگم این ویدیو آپدیت تور بود بقیه رمزارزها هم یه جورایی خیلی اوضاع خوبی ندارن این طلا رو میتونیم ببینیم که بوده یه درصد سقوط کرده یه جورای روند شبیه هم اگر نمودار رو بیارم اونقدر تفاوتی نمیکنه با بیت کوین دقیقا این سقوط و باونس محکم رو داریم به نظر خوب میاد الان همه بازار در کل الان اینا هم بازار آمریکان و رمزارزام که خورده گیج میج میزنن اینجا کوساما من پیروز روز معرفی کردم 7 درصد از این پایین اومده بالا دقیقا این نقطه خیلی خوبیه برای ورود بنابراین کوساما رو من آ نظرم اینجاست برای ورود که خب البته گذشته هنوزم اوکی بریم روی گارد سعودی که دلار به خودش گرفته و توجه منو به نحوی جلب کرد مدت نسبتا طولانی بود که دلار داشت همینجوری خیلی حوصل سربر و اینا حرکت میکرد حالا حوصل سربر اتفاق خوب که نوسان نداشته باشه اونقدر یعنی همینجوری توی این رنج داشت همینجوری هی بالا پایین میشد تا اینکه بالاخره الان یه خورده از صعود رو به خودش گرفت یعنی چی نشون سود یعنی اینجا رو میبینیم مثلا اینجا یه تلوپ یه پله اومد بالا اومد دور تلوپ اومد بالا این رفتار خیلی شبیه رفتاریه که قبلا داشته کدوم رفتار دقیقا بزنید یه خورده چارتو من بزرگتر بکنم بیاین روی چارت روزانه و نگاه بکنیم اینجا میبینین یه سقوط گنده خب من اینجا بکشم اینجا یه سقوط گنده داریم خب بیا ور یه سقوط گنده دیگه هم اینجا داریم و بعد یه خورده بیکار میچرخیم تا گارد سعودی رو به خودم میگیریم خب خیلی شبیه این فرکتال اینجاست یه سقوط گنده داریم بلا فاصله یه سقوط دیگه یه خورده خودم میچرخیم گارد سعودی رو میگیریم بنابراین اگر این پترن رو تکرار بکنه یه خورده به فنا میریم <تصفح> به نظر من قرار این پترن رو تکرار بکنه ولی خب میشه آرسای رو این ور اومد دید ببینیم چه قدرتی دارن کندلها و آرسای هم تقریبا داره همینجور چیزی به ما نشون میده یعنی نگاه بکنیم دقیقا اینجا یه سقوط گنده بلا فاصله پشتش یه سقوط گنده اینجا هم یه سقوط گنده پشتش یه سقوط دیگه و آرسا یه جورایی سقف مقاومتی رو میشکنه اینجا رو ببینید به سمت بالا حرکت میکنه برای این هم نسبت دلار و طلا هم تقریبا توی بازار لوکال بازار داخلی جورایی از چیز پیروی میکنه از قیمت ارز نسبت طلای جهانی قهوه نوشیدنی خیلی خوبیه میتونید. بخورین قهوه خوب بخورین مثل قهوه بعد نخورین ویلی وو ویلی وو یه آنچین انالیسته آنالیزوریه که راجب معیارهای روی شبکه بیت کوین یا اون بلاک چین بیت کوین حرف میزنه میگه که توی چهار سال سال 2024 یه جور پیش قیمته قیمت اینا تقریبا یک چهارم جهان قراره بیت کوین داشته باشن با توجه به رشدی که تا الان داشته میاد راجع این رشد نمایی حرف میزنه یه جورایی میگه که خب همیشه عادی و حرکت میکنه تا یه جای یهو نمایی میشه و نمایی شدنه دیگه از یه جایی خیلی نشون میده ممکن اولش اصلا تا یک بشه چهار چهار بشه 8 هش، هشت یهو مثلا میشه مثلا چه میدونم دو به توان چهار میشه 16 دو به توان میشه 32 همینجوری با کله میره بالا دیگه این تا نماییه چه حرفی میزنه یه من خیلی خنده‌دار اینو پیدا میکنم که میبینم که ماکسیمالیست های بیت کوین دات بیت کوین ماکسیمالیست فایند هارد تو زنگ زبان ماکسیمالیست چیه یعنی یه جورایی افراطی ایدئال ایدئالگرا ایدئالگرا رو ترجمه خیلی جالبی نیست ولی کل خ... کلا ماکسیماله دیگه مثل سن چه میدونم اینجوری تو یادتون باشه که ماکسیمال خیلی ماشین خفن یا ماکسیمال هم آدمای اونایی که ایدئال نام کنن خیلی سخت اینو باور میکنن چرا چون که توی این 11 سال کلا یک درصد یه جورایی آ... اه... اه... چیز داشته نفوذ داشته بیت کوین ولی میگه حالا این در ادامه روند قرار حتی سعودی تر چیز خوبیه خبر بعدی سری دارم اینو میگم که خیلی وقتتون رو نگیرم وسطتون سر نبرم میگه که یه نفر 166 میلیون دلار بیت کوین فرستاد فقط یک یک دلار و 25 سنت پول ترکنش داد فوق العاده است بیت کوین میگه <applause> که سنت 8692 تا بیت کوین و حدود چقدر با این قطر که میشه به تعبیر دلار هزار حدودا مثلا بیت کوین فچینگ اگه بیت کوین هزار دلاری بگیریم حدود یک و 25 سنت داد و 166 میلیون دلار جابجا کرد میگه برو بریم سعی بکنین این کار رو با بانک توی محلت رو انجام بدین ببینم میتونین <applause> بلا من خیلی تو خفنیه کانال من یه گروه زدم بچه برای کریپتو کوش اسمش رو گذاشتم کریپتو کوش طبعا همین شکلی خود کریپتو کوش رو مینویسم کریپتو کوش آره دقیقا که اینجا هستش شما میتونین بیاین توی تلگرام سرچش بکنین آ... گروه کریپتوکوش یه محیطی میخوام بسازم که بچه هم دیگه پیدا بکنم با هم دیگه حرف بزنن و این جور چیزا و امیدوارم به دردتون بخوره حالا ممکن من خیلی وقت نرسم جواب بدم چیز مهم رو سعی میکنم ببینم و هر چقدر برسم جواب میدم تو تلگرام بنو اینو میتونید دنبال بکنین به همین اسم اسم کریپتوکوش آره این ویدیو رو هم حتما ببینید اگه لجر ندارین کیف پول سخت افزاری حتما داشته باشین اگه میزان زیاد بیت کوین دارین همه فیلم من که دست بندی و پلی لیست ها و اینا هم اینجا هستش میتونید نگاه بکنین سابسکرایب و لایک یادتون نیاره. واقعا لاک مهمه خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر کنیم و خیلی ساده است بیاین توی گروه تلگرام حتما عضو بشین اونجا باشین حرف میزنیم تبادل نظر میکنیم به دوستات معرفی بکنیم امیدوارم چیز خوبی باشه خفن ترین کامیونیتی کریپتو تو ایران بشین بتره کنیم همه چیز و مراقب خودتون باشین خیلی دوستان دارم که همیشه سبز باشه توی ویدیو بعدی آپدیت بعدی می <تص>